دوستای گرامی که در آمریکا هستین و کیس شما مشکل داره، در الحاق فامیلی شما مشکل دارین، یا جواز کار شما ختم شده، یا بعضی اعضای فامیلی شما در افغانستان مانده، و بالاخره بعضی اسنادهای شما در وزارت ها یا نهادهای آمریکایی هنوز تکمیل نشده، این ویدیو رو حتما گوش کنید که برای شما خیلی مهم و مفید هست. قرار است ورکشاپ های تحت عنوان افغان سپورت سنتر یا مرکز حمایت از افغان ها در ایالات های مختلف آمریکا برگزار شده. قبلا در چندین ایالت برگزار شده و قرار است در ایالت هایی که من در آینده لیست هایش برای شما میمانم برگزار شده. و در این برنامه از تمامی نهادهای مهاجرتی، نهادهای خدماتی، نهادهای تحصیلی، نهادهای صحی، از وزارت خارجه، امور مهاجرین یا USCIS، از نهادهایی که در بخش مهاجرتی کار میکنه، نماینده هایش گرده هم میاد از زیر یک سقف و شما میتونید در اون مرکز مراجعه بکنید و هر مشکلی که داشته باشید امرای اونا مطرح بکنید. مثلا کس شما اگر در USCIS مشکل داره، عملا میتونید برین با نماینده های USCIS رو به روی بشینید، در پیشون امرای شما صحبت میکنه، کس شما رو باز میکنه، میگه که برادر اسناد شما تکمیل یا اسناد شما ناقص بوده یا آدرس شما مشکل داشته، هر چی که بوده، هر مشکلی که در کس شما باشه او رو حل میکنه. یا مثلا اگر در قسمت الحاق فامیلی شما مشکل دارین، چه قسمی هست چه قسمی نیست، میتونید با نماینده های وزارت خارجه بشینید، امرایش صحبت کنید، اونا کیس شما رو باز میکنه، میخوانه برادر اسناد شما تکمیل هست یا اینکه اسناد شما تکمیل نیست، نکاخت شما یا مثلا پاسپورت های شما یا هر چیزی که مشکل بود برای شما میگه، یا یگان فرم شما هنوز خانه پوری نشده، شما عملا مشکل خود میفهمید و حل میکنید. میخوایم یک چند نمونه را که در دنور برگزار شده بود، از 18 اکتبر، 19 اکتبر، 20 اکتبر، 21 اکتبر، 4 روز بود و من در اونجا بودم، بین ترجمان و همکاری هموطنهای خود بودم. چند نمونه بسیار جالب و موفق خدمت شما به عرض میرسانم. یک از دوستا بود که جواز کارش مدتها قبل ختم شده بود و ای چندین بار به نهاد خود مراجعه کرده بود که جواز کار ما را اپلای کنید. بالاخره اونا گفته بود ما اپلای کردیم، مدتهای دیری گذشته بود، جواز کار از این نفر نماده بود و خلاصه ای وظیفه خود از دست داده بود و هیچ گزینه هم نبود که به USCIS مراجعه بکنه، هم تو ایران مانده بود. وقتی که در اینجا آمد، رفت با USCIS صحبت کرد، گفت ما اپلای کرده بودم جواز کار، چرا نمده؟ USCIS کیس زر چک کرد، گفت لالا هنوز تو هیچ اپلای نکدی، یا اگر اپلای کردی هنوز همو درخواستی تو هیچ برای ما نرسته. این نفر ایران مانده بود، میگفت اون نهاد ما خو گفته بود که ما اپلای کرده بودیم، اینا میگه اصلا اپلای نشده، این حالی 3-4 ماهی که ما بیکار بودیم اینا ما رو فریب داده بوده، کی در اینجا پیسه از ما رو میده، ما که وظیفه خودم از دست دادم. بالاخره امور USCIS فورا برزی یک ورق میده، میگه اونو میزایی رو که میبینی در اونجا بخشای سرویس مهاجرتی است، در اونا برو امراشون صحبت کو که برستو جواز کار خانه پوری کنه. از USCIS یک برگر گرفت، رفت در اون میز دیگه شش، اما جواز کار خود اپلای کرد و ظرف یک ماه اینا جواز کارش حتما برزی نفر میایه. این یک نمونهش که میخواستم بگم اهمیت برنامه اینجا مهم هست که شما میتونید عملا با نماینده های دولت هم مشکل خود حل بکنید. مورد دیگه، چندین نمونه رو ما دیدیم که الحاق فامیلی رو مشکل داشتن، اونا راجع کردیم به وزارت خارجه، امرای اونا صحبت کردن، بعضی ها گفتن هنوز کیس شما به ما نرسیده، امرای نهاد خود صحبت کنید که کیس شما رو به ما راجع کنه. چند نفر ما متوجه بدیم که گفته بود آره کیس شما به ما رسیده، منتها اینی فرمش ناقص هست، اینی سندایش مثلا ناقص هست، شما باید اینی فرم خانه پوری کنید و اونو دو تا سندی که ذکر کرد، کمبود هست یا نکاخت یا پاسپورت یا هر چیزی هست، اونو رو شما باید هر چی زودتر در اختیار ما قرار بدین. اتفاقا اینا هم یک برگه داد در بخش سرویس امور مهاجرین خدمات حقوقی که بود، در اونجا راجع شد و رفت، اما فرمی که نیاز بود و فرم خانه پوری کرد و بعد اسنادایی که نکاخت بود یا پاسپورت هر چی که بودی را به مو ایمیل گزینه ارتباطی وزارت خارجه آمریکا روان کرد و ارتباط هم روی فامیلی از جا صورت گرفته و حالا پیشرفت خیلی خوبی شده. اینی دو نمونه بسیار خوبی بود و نمونه های دیگه هم بود که مثلا در قسمت تحصیلات بود، در قسمت زبان انگلیسی بود، در قسمت پیدا کردن خانه بود، در قسمت شغل برای جوان ها بود که ما قبلا در این مورد ویدیو جور کردیم. با این مقدمه میخوایم، حالا مقدمه شد یا هرچی که شد بسیار طولانی هم شد، با ذکر این مثال میخواستم بگم که این برنامه که در ایالت شما برگزار میشه حتما در اونجا شرکت کنید.
شما میتونید مستقیما با وزارت خارجه صحبت کنید، مستقیما با USCIS صحبت بکنید، هر فرم شما که کم بود باشه و هر موضوعی که ناقص باشه برای شما میگه و شما میتونید مشکل حل بکنید. اگر در مو ایالت هایی که برنامه برگزار میشه هستین خوب، اگر نه در ایالت نزدیکش هستید، در پهلویش هستید، پیش و پیش آمادگی بگیرین، حتما خود برسانید و یک فرصت خیلی خوب است. شاید یک روز شما بیکار شوید یا دو روز بیکار شوید، ولی میتونید که کار شش ماهه خود اجرا بکنید، کار مشکل شش ماهه خود حل بکنید. این برنامه خیلی مهم هست. شما در روی اسکرین میبینید که داینده اینی برنامه ها برگزار میشه در اونو تاریخ ها، در اونو آدرس ها. حتما آمادگی بگیرین و همراه اونا در ارتباط باشین. ما وبسایتش هم میبینیم، وبسایتش چک کنید هر از گاهی که هر گاه در نزدیکی شما برنامه برگزار شد خبر شین که چه وقت هست، و همچنین با نهادهای خود، با اجنسی های خود در ارتباط باشین، بگین این برنامه کی برگزار میشه، هر وقت برگزار شد شما را خبر بکنه. تا ادامه ویدیو ببینید که ما عملا سفر یا وبسایت برای شما تشریح کردیم. اینا ایالت هایی بود که این برنامه قبلا در اونجا برگزار شده. upcoming داینده در کجاها برگزار میشه؟ اتلانتا هست، شیکاگو هست، رایندورام هست، نورتن ورجینیا هست، دیترویت هست، استی لویس هست و سیراکوس هست و بافالو هست. فکر میکنم که اتلانتا قبلا برگزار شده، یک بار چک بکنیم که کی بود برگزار شده بود. در اتلانتا دوست گرامی از 15 نوامبر تا 17 نوامبر قبلا برگزار شده تا و 18 نوامبر اینا برگزار شده، ما با او کار نداریم. مراحل بعدی شیکاگو هست. دوستایی که در شیکاگو هستین و اطراف ازو میتونید بررسی کنید که در کدام تاریخ برگزار میشه. در شیکاگو از 13 دسامبر 2023 تا 15 دسامبر از ساعت 10 صبح تا 7 عصر و تا تاریخ در تاریخ 16 که است از 10 صبح شروع میشه تا 5 عصر هست. یعنی تاریخ 13 هست، 14 هست، 15 هست، 3 رو شد و تاریخ 16 همی برنامه برگزار میشه. آدرس شا هم که در اینجا میبینید دونالد ایست استیفنز کنونشن سنتر، اینی آدرسش در اونجا هست و اینی هم زمانش هست. اینی هم گزینه های ارتباطیش هست دوستای گرامی که شما میتونید به این شماره تماس زمانی که همی برنامه دایر شد، مثلا در 13 تا 16 دسامبر میتونید با این ایمیل آدرس یا شماره تماس هم را اونا ارتباط بگیرید، برای شما ترانسپورتیشن فراهم میکنه، شما را به خانه تان میرسانه یا از خانه به این مرکز میرسانه. بسیار راحت است، چندین تا موتر یا تاکسی اینا داره و این هم گزینه نمبر دوم هست که شما میتونید هم را اونا تماس بگیرید.